یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. ولایتی بود به نام شکرستون، مردمونش همه خوب و مهربون. بله، قصه امروزمون از اونجای شروع میشه که خواجه اقبال شکرستونی تصمیم گرفت یه مهمونی بده و آدمای معروف شهر رو دعوت کنه. خوش اومدید، بفرمایید. چایتون یخ کرده. دستت درد نکنه خواجه. دمتون گرم. بذارین یک لطیفه واسه‌تون بگم حال کنه. یه روز یه نمکستونی رفت دم قنادی، گفت آقا قناد چه هفت طبقه داری؟ قناد گفت بله. گفت ببخشید 250 گرم از طبقه سومش لطف کنین. جون من بامزه نبود. نه بابا، از این اتفاقات زیاد میفته. بله، من خودم بارها شاهد این صحنه بودم. ای بابا، این که اصلا جوک نبود. حالا بذارین یه جوکی من براتون تعریف کنم، حالشو ببرین. یه روزی یه موشی میره در یه دکونی، میگه آقا مغازه‌ای مرگ من داری یا نه؟ تو زندگیم جوک به این بامزه‌ای نشنیده بودم. خدا بگم چی کارت نکنی. بیساریقا، مال ما که باحال‌تر بود. حالا گوش کنه تا حکایت دیروز رو واسه تون تعریف کنم. دیروز داشتم تو راسته بازار میرفتم که حاجی اقبال، پس این نوار چطور شد؟ نهار حاضره، منتظریم صحبت پهلمون تموم بشه تا بگم غذا رو بیارن. نه خواجه، پهلمون رو ولش کن، صد باری ماجرا رو تعریف کرده. بگو نهار رو بیارن. نهار رو بیارن. چی شد؟ به عجب غذایی. دست درد نکنه خواجه. عجب پذیرایی کرده حاج اقبال، این چی کم نداره؟ نه خیرم، یه چیزایی کم داره. نه غذا به این خوبی چشه؟ چرا علکه عیب رو غذا میذاری؟ آخه شما چی حالیتونه؟ وقتی میگم کم داره یعنی کم داره دیگه. خودش ناراحت نکن پهلمون، بگو چی کم داری؟ چیز دیگه، دوغ جا، سبزی هم جا، بشقاب هم که ها پیاز کم داره. نهارم که بدون پیاز اصلا حال نمیده. مهم نیست، الان میگم خدمت کنم بره از بازار پیاز بخره. جوک گفتی، تا خدمت کاره تو بره پیاز بخره و بیاد که رود کوچیکه رود بازارگر خورده. اختیار داری، من بهترین خدمت کار دنیا رو دارم. بستور بستور. بله خواجه. زود بپر از بازار پیاز بخره و بیاد. چشم ارباب. خدمت کار من بستور چنان دقیق و منظمه که میتونم بگم الان کجاست و چی کار میکنی. نه بابا، مثلا الان کجاست؟ الان دقیقا سر کوچه. الان از جلوی خونه نن قمر رد. آره ماهبانو، این پسر مزفر با عجب سرعتی دار. الان داره از سنگون پیاز میکنه. ممنون خواجه شمون. الان داری با جارت برمیگرد. حالا پشت داره اومد تو. عمران قطیز باشه. سلام ارباب، اینم پیاز بفرمایید. عجب خدمتکاری، چقدر دقیق. خیلی کارش درسته. خوب البته، این بستور بچه زرنگیه، اما شعبون ما خیلی فرسردونه. خودم یه بار فرستاده بودمش دنبال نمک، بره نمکستون رو برگرده. بله، کم کم صحبتهای فرصت گل کرده بود و از هر دری سخن میگفت. بله آقا، ما رو میگی دست انداختیم، ما چه یارو رو گرفتیم؟ نه بابا. گفتیم نالوتی با همه. آره خاجه. با من بله. خاجه بله، با منی بله. بلبلی در بوستانت می خرامد، پنج غلام را بفرش بیرونش کنند. ها به به عجب طب شعری داره. به به، در حقیقت برنج رو به بلبل تشبیه کرده. منظورش هم از بوستان ریش خواجه است. پنج غلام را هم به انگشتان دست تشبیه کرده. خب البته واسه برنج ریش خواجه ما شعر قشنگی گفت، اما رمزون ما یه غزلی میخونه که بیا و سیاحت کن. آخ آخ.
آخه من از دست شما دوتا نفته چی خواهد؟ به هیچ دردی نمیخورین. یه ریز هنر که باش بشه افتخار کرد تو اشال هیچ کدومت رو پیدا نمیشه. این چه حرفیه پهله بود؟ ما واسه خودمون یه پا هنرمنده. راست میگه پهله بود. میخوام یه مهمونی رو بندازم که اسم پهله بود فرصت رو سر زبون ها بندازه. فقط این تمرین دیگه آب رو ریزی را ننه. خوب گوشاتون رو وا کنین ببینین چی میگم. فهمیدین؟ ای والا چه فکری باله بود. آره باله بود خیلی کار درسته. باشه بریم ببینم چی کار میکنه. ببینم شبون تو چیزی فهمیدی؟ نه با بی خیال خودشم نفهمیدی چه بلغور میکنه. خیلی خوش اومدی صفا آوردی. بفرمای چایتون یخ نکنه. دست حالا تا نهار رو بیارن یه جوک واسهتون بگم حالش رو ببره. یه روز یه موش میره دمه یه دکونی میگه آقا مغازه‌ای مرگ من داری؟ جون من مغازه نبود. نه بابا حجی اتفاقا زیاد میافته. بله من خودم بارها شاهد این صحنه بودم. اینطور چیزه برای من خاصی رست. بابا این که اصلا جوک نبود که. حالا بذارین یه جوک برای تو مکم حالشو ببرین. یه روز یه نمکستونیه میره قنادی ها به یارو میگه که آقای قناد کیک هفت طبقی داری؟ قناده میگه بله دارم. بعد اون میگه که خب لطف کنین 250 گرم از طبقه سومش بدین به من. منو بگیر. تو زندگیم جز به این ماهمزدهی نشنیده بودم. آیا بگم چی کارت نکنی؟ شامونی رمزو پایین ها چی شد؟ نوش جونتون آبگوشش که عالیه ولی خب یه چیزی کم داره. ای گفتین چی؟ شما بگو. یعنی چی کم داره؟ برنجش کم. ای بابا آخه آبگوش که برنج نداره. آی کیو پیار کم داره. آره ای داری بیداری اینا دیگه کیان؟ یعنی شما نمیدونین چی؟ چی؟ لئوناردو داوینچی. خب پیاز کم داره دیگه. آی کیو بره بابا بره من کن بدون پیاز هم میشه کن. بخورین بده من ببینم. شبونی شامونه. بله بله بون مخلص آقایون جمعی. هشتف ببین چه بگم. جلدی بری سنگون پیاز میخری و بر میگردی. جد بله بون مرد رفتیم. ببخشی گره این بره تا اون برگرده ما گشنگی میمیریم که. نه دیگه این شعبونی که دیدین این باد فرزه. همچی تند و فرز که میتونم بگم الان دقیقا کجاست. میگه بگو ببینم همین الان کجاست. عرضم به حضورت الان تو میدون منارکجه. الان از جلوی خونه این ننه قمر رد شد. نمیخوای که مثل خواهر ترشی بیافتی؟ این چی بود رد شد؟ الان با سرعت دارد بازار رد میشه. الان داره سنگون پیاز میخوره. چاکره آقا سنگون الان داره با سنگون هرچی تمامتر بر میگرده. الان جلوی در الان پشته داره الان در میزنه الان میاد تو. بفرمین آقا شبو پیشت گربه یه لعنتی. این چه نیومد. حالا چی میشه؟ یادم رفت بگم اونجا که از جلوی در خونه ننه قمر رد میشد. ننه چرا این باها نمیشه؟ باها شد دیگه. ننه شعبو. بله ننه قمره. ننه من کلید دامو تو خونه جا گذاشتم. عرودی فال قربون دستت بپر در رو واکن. ما رفتیم. ننه خیر ببینی. آفرین حالا کی میاد؟
الان دیگه سر کلاش پیدا میشه. بفرما اومد. انگار باد بود که ای بابا این چرا نیومد؟ شعبونه شعبونه بله چیه پله بود؟ معلومه کجای تو؟ پا این پیاد چی شد؟ ما که هنون نرفتیم دنبال کفشم میگردم. عوض میخوام آقای اون شما کفشه ای منه ندیدیم. بسر این چلوانه بی ارزه باستا اینا من خودم زامنش میشم. خوبیت نهر جلوی مردم باشه. این یه دفعه رو میبخشمش ولی وای به حالت اگه تو خراب کنی. خیاله تخت باشه پهلوان، شعری واسه شون بخونم که حال کنن. لازم نشرده، همون شعری که من گفتم میخونی، فهمیدی؟ کدوم شعر؟ وای خنگ خدا دوباره یادت رفت. خوب گوش کن ببینم فوزولا. اینجا نمیشه، بیا بریم تو مسترها تا بد بگم. پهلمون ببینم حالا حتما باست اینجا بگی. خفه شدیم. ساکت حرف نباشه، گوش کن ببین چی میگم. موقع نهار خوردن من کاری میکنم که یه نخود به سیبیلم بچسبه، اون وقت تو میگی بلبلی در جوانی لانه کرده. چی میگم من؟ وایسا ببینم اینجا نوشتم. بلبلی در بوستانت میخرامد، پنج غلام را بفرست بیرونش کنن. حسن بیا اینو نگهدار، رو همین بخون. فقط وای به حالت اگه خراب بکنی. ای بابا این نه دیگه چیه، من خودم شاعرم. خب اینم از این. آقا ما تو قهوه خونه نشسته بودیم که یه هوی ناغافل نکی پرید تو گفت حالمون دستم به دومنه. آقا ما رو بگی، گفتیم چی شده؟ یارو گفت پهلوان بدبخت شدم. گفتم ده بگو چی شده. یارو گفت نمیتونم بگم. ما گفتیم ده بگو. عجب داستانی، تا حالا اینو تعریف نکرده بودی پهلوان. باز اون هیچی نگفت، هی میگفتیم ده بگو. بله. چرا حرف بی خود میزنی؟ خب حالا چرا نمیگفت پهلوان؟ که خودت بگو. آها گرفتم جون تو. بلبلی در مزرعه آواز میخواند، ولی کن حیف او بی ساز میخواند. اگر سازی بودی او را خوب بودی، صد افسوس و هزاران حسرتا. وای 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 وای. چاکرین ما خلصیم، ما متعلق به شماییم. حال کردی پهلمون؟ چیه حال نکردی؟ خب باشه یکی دیگه میخونم. من یه پرندم آرزو دارم. همه با هم همه با هم. من یه پرندم آرزو دارم تو باقم باشه. ای بابا اینم که جواب نداد. خب پس اینو داشته باش، مداد زردمو بدین. میخواب یه بل بل بکشم. این دنبری ها چیه میگی؟ چرا حرف تو نمیزنی؟ سب کن اوستا، این پیش درامتش بود، الان یادم میاد. اون چی بود؟ ای بابا، آی وای وای وای، اصلا میدونی چیه مخلص کلوم؟ همون که تو مسترا گفتی به سیبیله چسب میده. پاکش کن، تو بمیری خیلی خیلی زایست. خودش افتاد پله بود. ای جای بیدم با آدم پوش درست کنم. بله بود بلش کن، خون خودتی کسیف نکن. بیا اینم گوجه که خواستی، حال کردی به موقع اومدم. عجب شعری بود و عجب پیازی. اینم از قصه امروز ما. تا یه روز دیگه و یه قصه دیگه، خدا نگهدار.